بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. آجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. قبل از قرار روزانه سمت خدایی ها غزلی از حافظ رو حاجای رنجبر شرحش رو برای ما میفرمایند و بعد هم انشالله دریافتی از زیارت جامعه کبیره. یک غزل بسیار زیبایی رو چند هفته است که در موردش داریم صحبت میکنیم، در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. فکر میکنم بیت آخرش مونده باشه حاجای رنجبر. ما خدمت شما هستیم و میشنم. زاهد رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. این کارگاه های قالی بافی رو شما دیدید؟ بله. چندین دار قالی رو علم کردن و هر کسی هم برابر یک دار قالی نشسته، یه مقدار پشم رشته شده رنگی در اختیارشه، یه نقشه هم برابرشه که از پیش طراحی شد. صاحب کارگاه میگه با این پشم هایی که من در اختیار شما ها گذاشتم بر اساس این نقشه میبافید. اگر بافتید این بافته شما زیبا میشه، تماشایی میشه، نفیس میشه، خود منم مشتریم، خود من خریدارم، وگرنه مال خودتون روی دست شما میمان. این تصویریست و تمثیلیست از این عالم. این عالم یک کارگاهیه و همه ماها نقش همون بافنده ها رو داریم. خداوند لحظه لحظه های عمر که همون رشته رشته های پشم باشه در اختیار ما قرار داده و گفته بر اساس این نقشه که قرآن هست زندگی کنید. اگر بر اساس این نقشه بافتید، این زندگی خیلی زیبا میشه، خیلی تماشایی میشه. خود منم مشتری هستم، ان الله اشترا، وگرنه من مشتری نیستم، منم نباشم هیچ کس مشتری نخواهد. روی دست خودتون میمان. زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی. نقشه از پیش مشخص شده است، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی بافتت را نخرم. قیامت مثل این بازار قالی فروش هاست. اذا الصحف نشرت، این قالی ها یه روزی باز میشه، هر کسی هرچه بافته باز میشه، بعد هم یه نقشه قرآن میدن دستش، میگن خودت قضاوت کن، اصلا ما حرفی نمیزن. ببین اون چه بافتیم مطابق این نقشه هست یا نه. ما گفتیم قولو لناس حسنا، با مردم زیبا صحبت کن. تو با مردم زیبا صحبت کردی. ما گفتیم قولو قولا معروفا، حرف خوب بزنین. اینا حرفای خوبی بود که تو زدی. خودت بگو کفا به نفس کلیه و علیکه حسیب. اصلا خودت رو حساب رسی. اینجاست که قرآن میگه یوم یعظ الظالم علی یدیه،
اون روز روزی هست که آدم هایی که به خودشون ظلم کردن و طبق این نقش رفتار نکردن دستان خودشون رو میگزن. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اون روزه که آدم ها تازه میفهمن چی میتونستن ببافن و چی بافتن. ولی چه فاید؟ میتونستن طبق نقشه قرآن پیش برن و اگر پیش میرفتن چقدر قیمت پیدا میکردن، ولی نرفتن. و چقدر خوبه که حالا که نقشه رو ما داریم همینجا میتونیم مطابقت بدیم دیگه. همینجا این مراقبه ای که اولیا و عرفا میگن همینه. هر کاری میکنی ببین مطابق این نقشه هست یا نه. ببینید زندگی بدون نقشه نمیشه. این بچه ها میخوان تو کوچه یه گل کوچیک بازی کنن، اول کاری که میکنن با یه زغالی با یه گچی نقشه زمین فوتبال رو میکشن. این نقشه درسته بازی رو محدود میکنه اما جذاب میکنه، قانونمند میکنه، زیبا میکنه، حقی رو تضییع نمیکنه، تضییع نمیکنه. جلو کشاکش ها و کشمکش ها و درگیری ها و نزاع ها و برخورد ها میگیره. بله. اگر نقشه نباشه یلس رهاست، هیچ جذابیتی هم نداره، هیچ جاذبه هم نداره. قرآن هم همینطوره، نقشه زندگیه. یعنی با قرآن واقعا زندگی ما محدود میشه، خود ما محدود میشه. دیگه هر حرف شما نمیتونی بزن، هر حرف شما نمیتونی بشنوی، اینا محدودیت دیگه. هر جایی نمیتونی بری، هر جوری نمیتونی قلم بزنی. ولی این محدودیت به زندگی زیبایی میده، جذابیت میده، آرامش میده. هدایت های قرآن به همین محدودیت هاست. میگه اگه تن به این محدودیت ها بدید زندگیتون زیبا میشه. هدن للناس، هدایت میکنه مردم رو به اون چیزی که حالا ما اسمش میگذاریم محدودیت، واقعا محدودیت هست و زندگی رو جذاب میکنه. میگه ببین تو این زندگی کمها رو دست کم نگیر. یکی از هدایت های قرآن، کمها رو دست کم نگیر. یه قطعه میخوندم نمیدونم مالکیه، میخی افتاد به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سرداری افتاد، به خاطر سرداری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد، و اینها همه به خاطر این بود که آن مرد نعلبند میخ خود را خوب نکوبیده. از کجا به کجا رسید؟ ببین کوبیدن یک میخ کاری نیست، کار خیلی کوچکیه، کار کمیه، ولی دست کمش گرفت. اگر اون نعلبند اون میخ رو محکم میکوبید این نعله نمیافتاد، اسبه نمیافتاد، سردار نمی افتاد، جنگ شکست نمی خورد، مملکت هم نابود نمی شود. یعنی گاهی وقتا یه مملکتی نابود میشه به خاطر یک میخ، به خاطر یک میخ. زندگی هم همینطوره. بعضی آخه میگن مگه ما چی کار کردیم اینقدر زندگی ما پیچ میخوره، اینقدر گره تو کار ما میفته. اینا فکر میکنن باید یک جنایات سنگینی کرده باشن تا یک اتفاقات ناگوار سنگینی در زندگیشون پیش آمد، مثلا قتلی مرتکب شده باشن، دیوار خونه بالا رفته باشن. در حالی که اهل بیت به ما گفتن از دنیا مزرعه، اینا نخواستن شاعرانه حرف بزنن، اینا حقیقتا خواستن تصویر دنیا رو پیش چشم ما باز کنن که بابا این دنیا کشتزاره، شما یه سر برو به این کشتزارا سر بزن. یه دانه کوچولو که اگه از دست شما بیفته خودت به زحمت پیداش میکنی روی زمین، این وقتی کاشته میشه یک درخت تنومند و تناوری از دلش سر میزنه به بالا میاد. میگه این دنیا مزرعه است،
فکر نکنی این ریز بود، این که چیزی نبود. همین که میگه این که چیزی نبود، گاهی وقتا تمام زندگی تو تحت تأثیر و شعای خودش قرار میده. گاهی وقتا یک بیمهری به پدر، یک نگاه بیمهری به مادر، مثل اون بذریه که کاشته میشه. و چطور گاهی وقتا یه بذری توی حیات کاشته میشه، بعد از سالها تمام حیات رو میگیره، اصلا دیگه نمیذاره برای خانه آفتابی بتابه، اصلا تاریک میکنه اون فضا رو. میگه یه روزی اتفاق میفته که همین کار کوچولو ممکنه زندگی تو رو تار و تیره کنه. لذا قرآن یه حرفی میزنیم، یه دلی رو میشکنیم و احساس میکنیم که به جایی بر نخورد، چیزی که به جایی بر نخورد. این همونه که میگفت چون که بد کردی بترس، ایمن مباش، زان که تخم است و برویانت خداش. نگو چیزی نبود، تو یه بذری کاشتی، حالا بگذار اگه از دلش در نیاری، یعنی بذره بیرون نیندازی، بیچاره خواهی شد. خود قرآن میگه، خدا میگه نحن الزارعون، ما بیرون میکشیم، تو میکاری ولی ما بیرون میکشیم. یه کشاورز بذرش رو میده به خاک، ولی خودش از خاک نمیکشه بالا، میگه نحن الزارعون، ما بیرون میکشیم. میگه این کاری هم که تو کردی همینطور، ما یه روز بیرونش میکشیم. لذا قرآن ببینید دست رو همین کمها میگذاره، میگه لا تقل لهما اف، به پدر مادرت حتی اف نگو، اوه نگو. اف یه کلمه دو حرفیه، یه اوه هم نگو. چرا؟ چون یه روزی همین مثل اون میخه تمام زندگی تو از هم میپاشه و به هم میزه. اینا هدایت های قرآنه که اگه کسی با این هدایت ها زندگی کنه، زندگیش مثل اون تابلوه نفیس میشه، زیبا میشه. هدن للناس، بین قرآن یه هدایت هایی داره که اگر ما التفات نکنیم زندگیمون به هم میریزه، و اگه التفات بکنیم تمام این به هم ریختگی ها سامان پیدا میکن. من یه آیه شو بخونم، آیه عجیبی، سوره نساء، و همین آیه کافیه که ما رو مراقب کنه، ما رو مواظب کنه. من یشفع، این سوره نساء آیه 85 ظاهرن، من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو نصیب منها، و من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو کفل منها، الله علی کل شیء مقیتا. خیلی آیه عجیبی. چی میفهمد؟ میگه اگر کسی واسطه یه کار خوب بشه، مثلا من دست شما رو میگیرم میبرم حیات امام حسین علیه السلام، از لحظه ای که شما قدم بر میداری و وارد حیات میشی، پای شما حساب میکنن و پاداش مینویسن، ولی قبل از اینکه پای شما بنویسن پای من مینویسن، چون من دست شما رو گرفتم بردم، من نصیب دارم، من بهره دارم. شما میای توی مجلس شرکت میکنی، یه سخنی میشنوی، این سخن زندگی شما رو تحت تأثیر قرار میده. راه غلط میرفتی، دیگه راه درست میری. از اون لحظه ای که راه درست میری تا آخر به حساب شما پاداش مینویسن، ولی قبل از این که به حساب شما بنویسن به حساب من مینویسن. این حرفی که توی مجلس شنیدی میری منتشرش میکنی، الان هم که دیگه روزگار انتشاره، 10 نفر 100 نفر تحت تأثیر این حرف قرار میگیرن، اونام زندگیشون اصلاح میشه. از لحظه که زندگیشون اصلاح میشه پاداش میگیرن، ولی قبل از این که اونها بگیرن، من که دست شما رو گرفتم خواهم. اون طرفش هم همینطور، اگر کسی واسطه گناه بشه، من دست شما رو میگیرم میبرم به یه محفل گناهی، از اون لحظه پای شما معصیت نوشته میشه، قبل از اینکه پای شما نوشته بشه پای من نوشته میشه. وارد شدیم بر اساس حرفا و گفته ها و چیزهایی که تو اون جلسه اتفاق میفته، زندگی شما آغشته به گناه و آلودگی میشه، از اون لحظه پای شما معصیت مینویسن، قبل از اینکه پای شما بنویسن پای من.
شما چیزی که توی این محفل دیدی منتشرش میکنی، حالا پیامکی، تصویری، هر چیزی، به دست هر کسی رسید آلوده میشه و هر کسی آلوده شد دچار معصیت میشه، قبل از این که به پای او بنویسن به پای من خواهند میشه. اینجاش دیگه خیلی حواس جمع شما باور کن ده. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، گاهی وقتا تلویزیون نموداری نشون میده، مردم دارن تماس میگیرن بله یا خیر، بله. این دو تا ستون داره تصاعدی بالا میره شمارهاش، بله. الان دو تا ستونه که تصاعدی مربوط به من و شما داره بالا میره، یعنی ثواب ها، گناهان، جاهایی که واسطه خیر و خوبی شدی، جاهایی که واسطه شر و شرارت شدی، اینا داره بالا میره. حالا تا کدوم قالب بشه، اما من ثقلت موازین، تا کدوم کفه سنگین تر بشه، یه وقت میبینی کفه گناهان سنگین میشه، یه وقت میبینی کفه خوبی ها سنگین میشه. من گاهی وقتا دلم برای نصاب های ماهواره خیلی میسوزه، میگم بیچاره با یه موتور قرازه میاد، یه آنتنی میره بالای سقفی، پای پشت بامی آویز میکنه، 20 تومن 30 تومن کمتر بیشتر بهش میدن میره پی کارش. ولی از اون لحظه که تو این خانه با این ابزار گناهی اتفاق میفته، به پای این بیچاره نوشته میشه. گاهی وقتا شما یه پیامکی، حالا به شوخی، یه تصویری رو برای یک کسی میفرستی، از اون لحظه که این بیچاره آغشته و آلوده میشه، معصیت این به پای شما نوشته خواهد شد. این هدایت های قرآنه. راه جبرانش چیه؟ راه جبرانش اینه که اینکه دائم داریم در روایات استغفار کنید، این استغفار جلو اون حرکت تصاعدی رو میگیره، جلو اون وساطت هایی که ما کردیم و دیگران رو آلوده کردیم، همونجا متوقفش میکنه. و اگه این آیه رو مد نظر داشته باشیم، زندگی ما یه شکل دیگری پیدا، ما خیلی مراقب میشیم دیگه، دیگه هر حرفی نمیزنیم، دیگه دست هر کسی رو نمیگیریم، به هر کجایی نمیبریم، حواسمون جمع جمع میشه، دیگه هر پیامکی نمیزنیم، هیچی رو تو عالم دست کم نمیگیریم. میگه که کم نیست هیچ چیز در این عالم، لذا شما هم دست کم نگیرید. این که قرآن بهش گفته میشه نور، به خاطر همینه دیگه. ببین حقیقت ها رو داره برای ما روشن میکنه. ما تا قبل از اینکه این آیه رو میخوندیم، این حقیقت برای ما روشن نبود، میگفتیم چیزی نیست، ولی قرآن میگه چیزی نیست و حذف کن از زندگی خودت، منها کن. حالا حافظ حرفش همینه، میگه کار من اینه، من فقط قرآن میخونم، چون اینه که نوره، اینه که هدایت میکنه. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه سود. البته رندانه میخونه. یعنی چی؟ رندی خودش تفسیر خودشو داره. رندی، ما میگیم فلانی رنده، بعد وقتی که توضیح میده میبینیم مثلا خب کلاهبردار خوبیه، زیراب زن خوبیه، تو ادبیات ما، تو ادبیات. حافظ میگه برو رندی یاد بگیر، این که رندی نیست، رندی آموز، رندی رو باید بری بیاموزی، کما که خودش آموخته. چیه اون چه آموخته؟ کرم کن، کرم کردن، دست گرفتن، زیراب نزدن رندیه، خراب نکردن رندیه. زرنگی در اینه که زرنگی نکنی، این زرنگیه، اینه که باید یاد بگیری. برو یاد بگیر که زرنگی نکنی، اگر یاد گرفتی زرنگی. رندی آموزو، کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشد. نمیخوا بگه هر که شراب نخوره حیوانه، آبنگور نخوره حیوانه. می، مگه اینایی که آبنگور خوردن انسان شدن؟ مثلا چه ربطی به انسانیت داده؟ نه، می عرض کردیم در کلام حافظ یعنی معرفت، یعنی تا آدم با معرفت نشه آدم نمیشه. حیوانی که ننوشد می و انسان نشه، وقت وقتی انسان شد انسانیت از او سر میزنه. انسانیت چیه؟ کرم کردن، دستگیری کرد. خب این همون حقایق قرآنی رو رندانه مطرح میکنه.
زاهد در رندی حافظ، زمان حافظ کسانی بودند که خودشون رو زاهد میدیدن، میدونستن اهل تقوا و فضیلت، ولی بازی میکردن با احساسات مردم. میگه حالا این آدما به من خورده میگیرن، میگن هی میگه می، هی میگه مطره، بگیرن مگه چطور میشه؟ من دارم رندانه قرآن میخونم، حالا اون نمیفهمه نفهمه. زاهد در رندی حافظ نکند فهم، چه شد اصلا؟ چطور میشه؟ مثلا چی تو دست اینا هست؟ مگه روزی من دست اینا هست؟ این همه حرفیه که همه اول زد. من چونینم که نمودم دیگه، در آخرم هم همون حرفو میزنه، میخواد بگه حرف اول و آخر من همینه. من اسیر قضاوت ها و داوری های دیگران نیستم. مولانا هم میگفت که من غلام آن گل مینا که باشد فارغو، کان فلانم خار خاند و آن فلانم یاسمین. میگه ای فدای اون گل، که اصلا برای شما مهم نیست بهش بگی گل یا بگی خار، بگی به شرطی که به یک نگاه درستی رسیده باشه، گل باشه حقیقتا، گل باشه. خب خیلی وقتایی ما همینجاها درگیر توهمات خودمون میشیم، احساس میکنیم مسیرمون درسته در حالی که نادرسته. نادرست. ولی در کنار هدایت های قرآن انسان راحت میتونه بفهمه که مسیرش اصلا درست، چون قرآن نوره روشن میکنه که این مسیری که داریم میری مسیر آدم مطابقت رفتار ما با نقش همیشه هست. آدم ها تو تاریکی ها هست که نمیتونن تشخیص بدن درست میرن یا نه، ولی وقتی نور باشه، روشنایی باشه، شما راه رو تشخیص میدید. زاهد در ردی حافظ نکند فهم چه شد، دیو با گریزد از آن قوم که قرآن خوانند. میگه این آدم های دیو صفت همیشه پای قرآن که میاد فرار میکنه. چطور تا نور بیاد از تاریکی خبری نیست؟ میگه علتی هم که این جنس آدم ها از من فاصله میگیرن به خاطر همین است که من اهل قرآنم، قرآن میخونم. سر این که شما به این روز عاشورا اون خیلی جمعیت از امام حسین فاصله گرفتن به خاطر همین بود. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانن. اون قرآن میخون، نه که قرآن میخواست، خود قرآن بود، خود قرآن. یه جای مولوی داره که سیپاره منم، این اشاره به اون ماجرای امیرالمومنین در جنگ صفین داره که قرآن ها را سر نیزه کردند و با شمشیر زد و اون قرآن منم، قرآن ناطق میگه سیپاره منم. سیپاره به کف در چله شدی، قرآن رو دست گرفتی رفتی چله نشینی میکنی، سیپاره منم، ترک چله کن، قرآن منم، یه ادا اصول ها بریز بیرون. این که اهل بیت قرآنن، خود قرآنن، از تعلیمات زیاد جامعه است که تعلیمات فراوانی از این دست داره که حالا انشالله باید یکی پس از دیگری اشاره کنیم. خیلی خوب، به حول قوه الهی این غزل حافظ هم تموم شد و نکات لطیف ها جای رنجبر رو شنیدیم. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. برای شرح این ابیات میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، جلسات روزهای یک شنبه ما رو و صحبت های جو رنجبر انتخاب بکنید، فایل های صوتی و متنی اون موجود هست و انشالله بهره مند بشید. به قرار روزانه امروز میرسیم. صفحه 274 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 65 تا 72 سوره مبارکه نحل. آرزو میکنم انشاءالله به برکت این آیات نورانی زندگی هممون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه و مزین به نور قرآن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آیات نورانی سفر با صدای آقای دباغ عزیز شنیدید اشاره قرآنی امروز حاج رنجبر بفرمایید و ان شاءالله وارد زیارت جامعه کبیره بشیم بفرمایید ببینید آب هم میتونه گلاب بشه یعنی یک عطر و بویی پیدا بکنه یک قطر و قیمتی پیدا بکنه به گونه ای که همه اون رو به سر و صورت و جامعه بزنن هم میتونه فاضلاب بشه سراپا نجاست آلودگی اصلا ناقل میکروب ها و بیماری ها باشه کی آب گلاب میشه وقتی که گزارش به گل ها بیفته فقط هم یک راه داره کی فاضلاب میشه وقتی که گزارش به آلودگی ها و کثافات بیفته تا دلت هم بخواد آلودگی هست هزاران راه برای آلوده شدن ولی یک راه برای گلاب شدن هست حکایت انسان هم دقیقا یک همچین حکایتیه انسان مثل آب میمونه هم میتونه گلاب بشه یعنی یه عطر و بویی پیدا بکنه انسانیتی آدمیتی پیدا بکنه و هم میتونه تنزل کنه اونقدر تنزل بکنه که سراپا آلودگی و تردامنی باشه اگه انسان بخواد گلاب بشه یک راه بیشتر نه بخواد عطر و بوی آدمیت پیدا بکنه یه اکراه بیشتر نداره و اونم اینه که با گلهای عالم که اهل بیتن یک انس و ارتباطی برقرار بکنه تنها راهش همین این من نمیگم داره قرآن میگه رندانه هم میگه ببینید حالا من گفتم آب خب بحث من آب کیه
ولی قرآن میگه خرما، شیرین صحبت میکنه، میگه نگاه به این خرما کن، محصول نخله. این خرما هم میتونه ماده مستی آور بشه، سکرا سرابا نجاست بشه، هم میتونه رزقن حسنا یه روزی زیبایی بشه. ببینید یه وقت این خرما میفته دست یه آدم خماری میشه شراب، یه وقت همین خرما میفته دست میسم تماری آلوده نمیشه، یه رزق حسن میشه. میخواد بگه ببین مهم خرما دست کی بیفته، تو هم مثل این خرمایی، تو هم میوه باغ آفرینشی ها، ببین به کی دست میدی و خودتو دست کی میسپاری، خودتو دست کی میسپاری. من ثمرات نخیل، از میوه های درخت خرما. ولی اعناب، انگور هم همینجوره، تا دست کی بیفته. تتخذون منو سکرا، خود شماها ازش شراب میگیرید، مایه مستی آور میگیرید و رزقن حسنا و روزی زیبا میگیرید. بعد چی میگه؟ تا اینجاش که خودمونم میدونستیم، اصلا نیاز به وحی نداشت، قرآن هم نمیومد، ما این کار میکردیم. اصلا میگه تتخذونه، شما دارید این کار میکنید. بعد میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، من دارم رندانه حرف میزنم، اما این آیه است، یه نشانه است، فکر کن من دارم یه چیز دیگری میگم. من میگم خرما، منظورم خرما نیست، منظورم توی. ببین به دست کی خودتو میسپاری و دنبال سر کی را میفتی. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم دکتر لطیفی بود. خب وارد زیارت جامعه کبیره بشیم، زیارتی که سراسر معرفته و بخشی از شؤون اهل بیت علیهم السلام در این زیارت هست و یادگار ارزشمند امام هادی علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، نکاتش رو در جلسات گذشته شنیدی و موضع رساله. ببینید قنچه عطربویی که نداره، قنچه کی عطربو پیدا میکنه؟ وقتی که گل بشه، باز بشه، میشکفه، شکفته بشه. خود به خودم شکفته نمیشه، باید یه نسیمی بیاد تا اون رو بشکفه. حافظم میگفت قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و زنفاس نسیم. اگر بخوایم به زبان زیارت جامعه صحبت کنیم، رسالت و مأموریت شکفتن قنچه ها بر دوش نسیمه. پس نسیم میشه موضع رساله، این رسالت رو خدا در طبیعت بر دوش این نسیم قرار داد. شکوفه ها کی ارزش پیدا میکنن؟ وقتی میوه بشن. کی میوه میشن؟ خود به خود میوه میشن؟ نه، باید یه بادی بیاد، یه لقاحی، تلقیحی، گردفشانی صورت بگیره. خود به خود صورت نمیگیره، باید یه بادی بیاد. پس خداوند رسالت به ثمر نشوندن شکوفه ها رو بر دوش بادها قرار داد. این ابرها ارزشی نداره، اصلا مانع تابش آفتاب هم میشن. کی ارزش پیدا میکنه؟ وقتی ببارن. کی میبارن؟ وقتی که بارور بشن. خود به خود بارور نمیشن، بادها هستن که اونها رو بارور میکنن. انا ارسلنا الرياح لواقع، این از معجزات قرآنه. ببین امروز یه چیز پیش پا افتاده است که بادها ابرها رو بارور میکنن. امروز دانشمندان میگن یک ذراتی در فضا منتشره، پراکنده است، که خواستگاهش هم آتش فشان هاست. این ذرات اگر به ابرها بخورن، ابرها شروع به بارش میکنن، بارور میشن، ولی خود به خود به ابرها نمیرسن. باید یه بادی بیاد اینا رو حمل بکنه و ببره به سمت ابرها. امروز علم میگه، ولی اون روز قرآن میگه
انا ارسلنا الرياح لواقع. بابا این بادها باد نیستن فقط که بیاند و برن، اینا کاری میکنن، اینا ابرها رو بارور میکنن. پس خداوند رسالت بارور ساختن ابرها رو بر دوش بادها قرار داد. حالا بحث اینه، اگر غنچه باید بشکفت تا عطربویی پیدا کند، آیا غنچه وجود انسان نباید شکفته بشه؟ اگر باید شکفته بشه، رسالت این شکفتن بر دوش کیه؟ آیا شکوفه وجود انسان نباید به ثمر بنشینه؟ اگر باید بنشینه، خود به خود که نمیشه. رسالت به ثمر نشاندن شکوفه وجود آدمی بر دوش کیه؟ آیا ابر وجود انسان نباید بباره، نباید بارشی داشته باشه؟ اگر باید داشته باشه، این رسالت به دوش کیه؟ این زیارت جامعه تمام حرفش اینه، موضع رساله، این رسالت، ار رساله، چون این رسالتی جایگاهش مایی. یعنی خداوند رسالت شکفتن انسانها رو بر دوش ما قرار داده. یعنی ما آدمها بدون اهل بیت غنچه ای هستیم که گل نمی شود، بدون اونها شکوفه ای هستیم که به ثمر نمی نشیند، بدون اونها ابریم نمی باریم، تیغیم نمی بریم، هیچ خاصیتی نداره. این همون است که حافظ می گفت که ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید. ما نمیتونیم از غنچگی به گل شدن، از شکوفگی به ثمر شدن، از ابر بودن به باران شدن برسیم. ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. شما باید بیاد، مگه پای شما، مگه نسیم وجود شما، همون نسیمی که بابا طاهر میگفت، نسیمی که از بن آن کاکل آید، اگر اون بیاد البته ما هم شکفته میشیم، البته ما هم باز میشیم. پس این که گفته بشه ما چه حاجتی به اهل بیت داریم، دقیقا مثل اینه که یه غنچه بگه من چه حاجتی به نسیم دارم. خب اگه نسیم نباشه شکفته نمیشه، عطربویی پیدا نمیکنه. قبرستان ها پر از آدم هایی است که غنچه آمدند و غنچه رفتند، هیچ عطربویی از خودشون به جا نگذاشتن. اگر یک کسی بگه من چه احتیاجی به اهل بیت دارم، این مثل یه شکوفه ای هست که بگه من چه احتیاجی به باد دارم، چه احتیاجی به گردافشانی دارم. این مثل اون ابریه که بگه من چه احتیاجی به باد دارم، من خودم میبارم، من خودم باران میشه. نمیتونن همینجا میمونن و به پوچی میرسن. میرسن. بله. مثل یه ابریه که ببینید میاد و میره. خیلی بادها میان سراغ این ابرها، ولی بادها چیزی با خودشون ندارن. چیزی با خودشون ندارن. لذا نمیتونن اینها رو هم بارور کنن. بسیار خوب. خیلی خوب. حاجی رنجبر، میشه این باد باشه و این رسالت در واقع باشه و ما که غنچه ایم قبل از شکفتنمون، اگر شکوفه ایم قبل از به ثمر نشستنمون، خودمون رو در معرض این بادها قرار ندهیم و فرار بکنیم؟ امکان نداره که خودمون رو در معرض قرار ندیم و فرار بکنیم و به جایی هم برسیم. رضا گفتن یه نفحاتی همیشه در این عالم میوزه. نفحات همینا هست. یه محرمی میاد نام امام حسین سر زبون ها میفته، یه فاطمیه ای میاد نام فاطمه زهرا سر زبون ها میاد. و اونایی که خودشون در معرض قرار میدن، کسانی که در معرض قرار میدن، اینا شکفته میشه. شما یه غنچه رو بیاد تو این فضای بسته که هیچ نسیمی نیست، فرارش دادی از یک مسیری که در معرض باد و نسیم بود، این هیچ کار شکفته نمیشه. بله با دست میشه بشکفیش، بازش کنی، ولی یک چهره زیبایی پیدا نمی‌کنه. آدم‌ها نمی بدون اهل بیت میشه یک شکفتگی پیدا بکنه
ولی هیچ جلوه ای نداره. اصلا همون شکفتگی اونا رو از جلوه میخواهد و به کمال نخواهند رسید. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چقدر فرصت داریم دوستان اگر اشاره بکنن؟ بسیار خوب. عرض کنم به حضورتون که 5 دقیقه فرصت خب اگه داریم من ادامه میدیم. من فکر کردم وقت شما تمام. نه خیر، خواهش میکنم، در خدمتیم. اگر من میخواستم به سوال دیگه بپرسم. ببینید، این که حالا ما گفتیم اهل بیت میتونن قنچه وجود آدمی رو واقعا گل کنن، حالا یه کلیگویی و یه حرف شاعرانه اشاد باشه، یه خورده اینو بازش بکنیم ببینیم چگونه، ببینیم چطوری. ببین، قرآن در خصوص طبیعت انسان یه سخنی داره، میگه خلق الانسان حلوا، بعد میگه اذا مسه الخیر منوعا. این آدم وقتی یک ثروتی، سرمایه، چیزی به دستش میرسه، همه شما رو خودش میخواد، دریغ میکنه و دیگران رو محروم میکنه. این خاصیت، این طبیعتیه که ما تو وجود انسان قرار دادیم. حالا ممکنه شما بگی خدا که کار بدی نمیکنه. اگر این طبیعت رو واقعا او در وجود ما قرار داده، مثلا خلق الانسان، مثلا خلقت انسان بر این پایه هست، خب پس چرا مذمت میشه؟ ببینید، خداوند اصلا برای اینکه انسان به کمال برسانه چون خلقتی بهش داد. یعنی چی؟ ببین، تو بازی فوتبال من توپ رو پاس میدم به شما، بله، ببینم پاس دادم به شما که شما این توپ رو دو دستی بگیری، میگه هند دیگه، بهت دادم که شوت کنی، حساب شده هم شوت کنی، از خودت دورش کنی. خداوند این خصلت رو به من و شما داد که ما از خودمون دورش کنیم و درست هم دورش کنیم. اون وقتی که گل میشه، اون وقتی که ما امتیاز میگیریم، میگه من این خصلت رو، مثل یک بوکسری که کیسه بوکس بهش میدن، یک کیسه بوکس بهش میدن که چیکارش کنه؟ در آغوشش بگیره؟ نه، میگه بوکس بزن تا میتونی به این بزن. این همینه که تو رو میتونه قوی کنه، همینه میتونه مشت تو رو نیرومند بکنه، تو رو بسازه. خداوند هم دقیقا همینطوره. یعنی یه ویژگی هایی به ما داده، ویژگی جهل، ویژگی بخل، ویژگی من، اینا رو داده که ما اینا رو از خودمون دور کنیم. وقت وقتی دور کردیم رشد میکنه. خب پس وقتی انسان ذاتاً منوع هست، ذاتاً همه چیز رو برای خودش میخواد و دیگران رو منع میکنه، یه همچه آدمی نم از دستش نمیچکه و یه همچه آدمی البته قنچه خواهد بود و البته بوی انسانیت نخواهد داد. اهل بیت میان چیکار میکنن؟ یه تعالیمی میدن به این انسان. انسان اگر خودش رو در معرض قرار بده و تن بده به اون تعالیم، از این حالت قنچگی در میاد، شکفته میشه. ببینید، یک روایت من بخونم از نهج الفصاحه. خوس بر رجل من من کان قبلکم، یک کسی که قبل از شما زندگی میکرد از دنیا رفت، به حساب کشیده شد. فلم یوجد له من الخیر شیئون، تو کارنامش هیچ عمل خیر وجود نداشت. الا انه کان رجلا موسرا، جز اینکه این آدم یه آدم دولتمند و ثروتمند و دارا و دارایی بود، توانگر بود. و کان یخالط الناس، با مردم هم قاطی بود، داد و ستد میکرد، داد و دهش میکرد. و کان یعمر غلمانه، به غلامانش، به زیر دستاش، به کارمنداش همیشه یه چیز میگفت، ایتجاوزو عن المعسر، اگر به یک کسی وام دادید از ثروت من، قرضی دادی از ثروت من، موعدش رسید، نداشت ازش بگذرید، گذشت. میگه در کارنامه این آدم فقط یک چنین اتفاقاتی افتاده بود، تمام دار و نداره این در اون عالم که به دردش میخورد همین، یعنی هوای دیگران رو داشت، هوای دیگران داشت. امروز موعد چکه، خب نداری، چکه تو اجرا نمیگذاره، بهت مهلت میده، نداری میبخشه. این چه آدمی بود؟ فقال الله عز و جل ملائکته، خداوند به فرشتگان خودش فرمود، نحن احق و بذالک من، ما از این آدم نسبت به این کارها سزاوارتریم.
تجاوز او ان از او بگذرید. چرا او از دیگران گذشت ما نگذرید؟ چرا او بخشید ما نبخشید؟ حالا ببینید کسی که این روایت رو از اینا بشنوه واقعا باورم بکنه از حالت غنچگی در نمیاد، یعنی واقعا همین امروز شنید این روایت و امروز هم اتفاقا قرار یک کسی بیاد و اون مبلغی که ازش طلب داره برگردونه، میگه ندارم، آیا گوشی بر نمیداره بگه من بخشیدم یا حداقل بهت مهلت میدم ناراحت نداشته؟ اگه کسی این کار بکنه بوی انسانیت نمیده، بوی مروت نمیده. اگه بوی انسانیت و مروت بده آیا شکفته نشده؟ بس اینا کارش. ببین من سعیم اینه، چون مخاطبین این برنامه بالاخره مختلفند، سعی میکنم اینا رو دیگه به ساده ترین خدا خیرتون بده. نه خیلی قابل استفاده بود. خیلی ممنون، متشکرم از شما. وقتمون تموم شده و باید خداحافظی بکنیم. دعا بفرمایید و دوستان انشالله آمین بگن. من آرزو میکنم که خداوند انشالله شر این تکفیری ها رو از سر اهل عالم و اسلام مسلمین ریشه‌کن کنه انشالله. و انشالله این اتفاقی هم که در قم خواهد افتاد انشالله اتفاق بسیار بسیار مبارکی است. با این اتفاق اینا قبار روبی میکنن از ذریح اسلام انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشالله اگر توفیقی بود به حضور جای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.